بهتره یک روزه باشه، فقط مواظب باش بکارتش رو از دست نده. میتونی بهش دنس بزنی، کنارش بخوابی، بدن و سینه هاش رو لمس کنی. یک گزارش تحقیقی بی بی سی از نقش بعضی از روحانیون عراق در ازدواج موقت و روابط جنسی با دختران کم سن و سال پرده بر می دارد. در 60 دقیقه امشب می پرسیم مسئله شرع است یا پوششی از شرع برای سوء استفاده؟ این سوالمون رو از یک استاد فقه و یک جامعه شناس می پرسیم. همچنین در برنامه امشب درگیری نیروی انتظامی با تظاهرکنندگان در لردگان ایران، مقام‌های محلی از فروکش کردن اعتراض‌ها خبر دادند. ادامه کشمکش طیف‌های جامعه ایران بر سر ورود زنان به ورزشگاه، مخالفان می‌خواهند تجمع کنند. السلام علیکم بیننده‌های گرامی. و تلویزیون تاجیکستان 60 ساله شد، پای صحبت کسی که اولین برنامه را این طور آغاز کرد. السلام علیکم تماشاگران عزیز. استودیوی تلویزیونی استالین‌آباد برنامه اولین خود را سر می کند. با من میسر شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک مستند تحقیقی بی بی سی عربی نشان می‌دهد که از ازدواج موقت یا صیغه در میان شیعیان عراق برای رابطه جنسی با دختران کم سن و سال استفاده می‌شود، آن هم با واسطه‌گری شماری از روحانیون در مقابل دریافت پول. به ازدواج موقت صیغه یا متعه هم گفته می‌شود. بر اساس فقه شیعه مردان اجازه دارند با چند زن به صورت موقت ازدواج کنند و با آنها رابطه جنسی داشته باشند. قانون البته در عراق چنین ازدواجی را منع کرده، ولی حالا مستندات بی بی سی نشان می‌دهد که نه تنها چنین ازدواجی در شهرهای مذهبی عراق جریان دارد، بلکه مردان می‌توانند از دخترانی کم سن و سال بهره برداری جنسی کنند و عده‌ای از روحانیون هم شرایط آن را فراهم می‌کنند. ازدواج موقت بحثی جنجالی است از جمله در ایران، ولی بهره برداری جنسی از دختران کم سن و سال مجوز شرعی دارد یا شرع فقط پوششی برای سودجویی افراد است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از نوال مقافی. کربلا مقدس ترین زیارتگاه شیعیان. هر سال میلیون ها نفر اینجا به زیارت میآیند. در خیابان های اطراف حرم دفترهایی است که زوجها برای ازدواج به آنجا می روند. اما یکی از تاریک ترین رازهای عراق همین جاها پنهان است. شنیده بودیم که عده‌ای از روحانیون با سوء استفاده از نفوذشان زمینه ازدواج موقت یا متعه روسپیگری دختران خردسال را فراهم می‌آورند. قرارداد ازدواجی که اعتبارش شاید حتی به کوتاهی یک ساعت باشد. بعضی می‌گویند این کار شاید برای زن و مردهایی که می‌دانند قصدشان چیست مثبت باشد، اما آنها در معرض سوء استفاده هم هستند. به مدت یک سال در اطراف اماکن مقدس عراق مخفیانه تحقیق کردیم. بهتره یک روزه باشه، فقط مواظب باش بکارتش رو از دست نده. میتونی بهش دنس بزنی، کنارش بخوابی، بدن و سینه هاش رو لمس کنی. این نوع ازدواج موقت در عراق غیر قانونی است، اما روحانیونی را پیدا کردیم که حاضرن این کار را انجام بدهند. نه تنها این کار را در مورد دختران خردسال انجام می‌دهند، بلکه با تفسیر و تعبیر قوانین اسلام رابطه جنسی با آنها را هم توجیه می‌کردند. این فیلم‌ها را به یک کارشناس حقوق اسلامی نشان دادیم، قیس تمیمی که پیشتر خودش روحانی بوده. چیزی که این مرد میگه جرمه و قانون باید مجازاتش کنه. او میگوید همین یکی از دلایلی بوده که او تصمیم به انتقاد علنی از روحانیون گرفته. متوجه شدم که این قوانین زشت و وحشیانه هستند و نمیشه گفت از جانب خدا و یا یک انسان اومده باشن. در تحقیقاتمان از روحانیون شواهدی جمع کردیم که نشان می‌داد مایلند در ازای پول زمین ساز روابط جنسی با دختران خردسال باشند. در یک مورد به ما گفته شد که قیمت کودکان 800 دلار است. رسول 16 سال دارد، اما تا همین حالا هم به مردان زیادی فروخته شده که حتی شمارشان را هم به یاد نمی‌آورد.
پدر و مادر ندارد و باید از خواهر کوچکش نگهداری کند. در 13 سالگی یک روحانی او را به این کار کشاند. این خیلی رایجه. دختران زیادی مثل منن. کوهای حالات مثل این. وقتی دختر این رو شروع میکنه نابود میشه. زندگیش همین روز اول تموم میشه. آدشی منتشر کل شو. بعد میشه به هذا طریق و راها. دیگه آینده ای نداره. کلش دمارد. تمومه. این روحانی انجام ازدواج موقت را انکار کرد. از این روحانی دیگر هم جوابی نگرفتیم. هر دوشان میگویند از پیروان آیت الله سیستانی هستند. از برترین روحانیون شیعه. یافته های من را به دفتر او اطلاع دادیم و در جواب این بیانیه را منتشر کردند. اگر این اقدامات اینطور که شما توصیف میکنید اتفاق افتاده باشد، ما آنها را کاملا تقبیح میکنیم. ازدواج موقت برای فروش سکس در صورتی که به عزت و کرامت زنان لطمه بزند جایز نیست. سالها جنگ میلیون ها زن و دختر را آسیب پذیر و بیچاره کرده. تا زمانی که چنین روحانیونی بدون پیگرد به کارشان ادامه بدهند، این زنها همچنان قربانی تجارت جنسی مخفی عراق باقی خواهند ماند. نوال المگافی، بی بی سی نیوز، عراق. صدقه بسمقی استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران با ما هست و شهلا شفیق نویسنده و جامعه شناس از پاریس. خانم بسمقی، شرع آیا چنین مجوزی رو فراهم میکنه که از کودکان از سنین بسیار پایین سوء استفاده جنسی صورت بگیره در چارچوب ازدواج موقت؟ با عرض سلام. بسیار باعث تأسفه که به هر حال در طول تاریخ فقه خودش رو به عنوان شرع معرفی کرده و امروز تفکیک فقه از شریعت و اسلام برای مسلمانان کار بسیار دشواری شده و هرچه که فقه میگه، هرچه که فقها و روحانیون میگن، مردم اون رو به عنوان اسلام تلقی میکنن و اونها در حقیقت معرف دین و اسلام شدن. من معتقدم که اسلام نمیتونه این گونه باشه. اسلام سوء استفاده ابزاری از انسانها رو تأیید نمیکنه. اسلام فساد رو نباید تأیید بکنه. این از نقاط سیاه فقه شیعه است. ازدواج موقت و صیغه به این شکلی که میتونه مورد سوء استفاده ابزاری علیه زنان و حتی همینطور که شما نشون دادین در این فیلم علیه دختران خردسال قرار بگیره و به هر حال دستگاه فقاهت هم باهاش مقابله نمیکنه. روحانیونی که دست به چنین کاری میزنن توجیه شرعی کافی براش دست و پا میکنن. این واقعا از نقاط سیاه هست که این زمینه رو ایجاد کرده و من تفکیک قائلم میان اسلام که ازش سوء استفاده ابزاری میشه برای به جهالت کشیدن مردم، برای توجیه دینی کارهای غلط و خرافات، و میان به هر حال فقه. بین این دو من تفکیک قائلم و فکر نمی کنم که شریعت اجازه چنین کارهای مفسد بار و زشتی رو به انسانها بده. اگر کسانی شریعت رو چنین می فهمند و چنین معرفی می کنند، باید گفت که شریعت اونها باید کنار گذاشته بشه و اون چیزی نیستش که برای جامعه بشری رستگاری بیاره. خانم شفیق، مسئله محدود به عراق نیست، بحثی بسیار دامنه‌دار در ایران هم در همین زمینه جریان داره. از نظر شما مشکل در کجاست؟ به نظر من مشکل اساساً جایی هستش که دین تبدیل میشه به یک منشأ قانون و منشأ رفتارهای کدهای رفتاری یعنی در جامعه. خب خود ما میدونیم که تو توضیح مسائل متعددی این مسئله توجیه شده که من فکر میکنم فقط مسئله ازدواج موقت نیست، کودک آزاری جنسی هم در این مورد هست، در موردی که شما عنوان کردید و این سالهای سالی که در ایران هم انجام میشه و حتی در بعضی از توضیح مسائل ذکر شده که حتی با کودک شیرخواره هم میشه
از به هر حال ملامسه کرد و همونطوری که تو این رپورتاج شما گفتین میشه دست زد و صبر کرد تا اون به سن تکلیف برسه. حالا بگذاریم که سن تکلیف رو شما وقتی 9 سال قرار میدین و یا حتی 13 سال که امروز مثلا در ایران هست، خب این در واقع یک نوع کودک آزاری جنسی، بعد اسمش رو روی خودش گذاشت میدونین. و حتی فارغ از این، اینکه شما بتونین در یک دوره کوتاهی از یک زن تمتع بگیرین و بعد اون فاقد حقوقی بشه، با در مقابل پول دریافت پولی بشه و دو طرفه نباشه این حقوق برای زنان، خب این خودش یک نابرابری جنسیتیه. و در مورد عراق ما میدونیم که در شرایط بعد از جنگ و ما میدونیم که همیشه هر جایی که این قوانین، جایی که به اسم خدا قانونی رو بیارن و قانون شرع این کیفیت رو داره، طبیعتا حرفی از برابری نمیشه زد، چون توی قانون شرع زنان اساسا بی حقوقن، نصف حقوق مردان دارن. حالا وقتی که به مسئله صیغه میرسیم، این به اشکال تمتع جنسی میرسه، ولی که کنارش چند زنی هست و ما میدونیم که این قانون شرع راه رو برای انواع به اصطلاح بهره‌گیری از زنان باز کرده و در مقابل زنایی که میخوان پاشون رو از کادر بیرون بذارن، اونها مسئله به اصطلاح زنا با انواع مجازات های خیلی شدید روبرو میشه. بنابراین این نابرابری تا زمانی که مذهب به عنوان قانون بحث شده و یعنی برقرار میشه وجود خواهد داشت در این نابرابری. و این کودک آزاری جنسی هم از توابع، یعنی در واقع از عوارض این نابرابریه و مسلما با وقتی که فقر هست و مسائل اجتماعی هست و در دوره جنگم حاصل جنگ هم یه بخشش این هست. خب ما میدونیم، میبینیم که در عراق علیرغم اینکه قانون همطور که گفته شد اینو ممنوع کرده، انجام میشه چون شرایط آماده است برای این. خانم اسمقی، شما گفتید که تفکیک قائل میشید بین نظرات فقها و همینطور اصل اسلام. چطور میشه چنین تفکیکی رو قائل شد در حالی که فقها خودشون رو عالمان دین میدونن، میگن ما تحقیق کردیم، چیزی هم که میگیم مسئله غیر از دین نیست؟ خب این یک ادعاست، اما وقتی که ما به قوانین فقهی و احکام فقهی مراجعه میکنیم، منشأ اکثر قریب به اتفاق اونها به خصوص در حوزه قوانین مدنی و جزایی سنت هست. این قوانین رو اسلام تأسیس نکرده و اینها با توجیهاتی سنت رو ملحق به دین و شریعت کردن. و مشکل اساسی جوامع اسلامی امروز همینه که نمیتونن تابع قانون مدنی باشند و به جای اون باید تابع دستگاه فقاهت و قوانین فقهی باشند. تا زمانی که فتوا و احکام فقهی و نظرات فقها به موازات قانون مدنی اعتبار و ارزش داره و حتی بالاتر از اون رقیب قانون مدنی محسوب میشه، ما واقعا نمیتونیم در جوامع اسلامی حاکمیت قانون داشته باشیم. خانم اسمقی، این موضوع ازدواج موقت برمیگرده به زمان خود پیامبر اسلام، حتی نمونه های تاریخی در کتاب ها نقل شده، در مورد سنین هم سنین خیلی پایینی گفته شده. سوال اساسی من اینه که چطور میشه این رو از اصل اسلام تفکیک کرد؟ بله، ببینید، من تحقیقی که درباره ازدواج موقت کردم و پیش از اسلام در میون اعراب بوده و اشکالی هم نداره که شکلهای مختلف قرارداد ازدواج در جوامع گوناگون باشه، اما مسئله اینجاست که این یک قرارداد عرفی هست. اگر در جامعه حجاز اون زمان این عرف بوده، که بسیار هم البته نادر بوده، گفتن که در یک شرایط خاصی مثلا مسلمونا در یک جنگی اومدن از پیامبر اجازه خواستن و پیامبر به طور موقت به اونها اجازه این رو داد و رایج هم نبوده، چون به هر حال اساسش زندگی مشترک به اون شکلی که در تاریخ گفته میشه نبوده. اما اگر عرفی بوده در اون زمان، به ما چه ربطی داره؟ ما که تابع عرف مردم جوامع دیگه، به ویژه جامعه 1400 سال پیش در یک جای دیگر نیستیم. منظورتون اینه که سنت های کهن رو باید گذاشت کنار و از اصل اسلام جدا کرد. خیلی ممنون. فقط خانم
سنی ها این رو معتبر نمیدونن، در حالی که اون سنت گذشته و کهن خود اونها بوده. امروز اون رو معتبر نمیدونن ازدواج ما. خانم شفیق، شما اشاره فرمودید به این که نباید قانون از شرع گرفته بشه، مشکل اصلی همینه، ولی میشه یک نسخه سکولار رو تجویز کرد برای ایران در شرایط فعلی؟ به هر حال واقعیت‌های موجود چیز دیگریه، میدونیم این سیستم به این شکل هست. اگر چنین چیزی نباشه، منظورتون این هست که باید از اساس تغییر بیاد؟ مسلماً به خاطر اینکه میدونید در همه جوامعی که قوانین پیشرفت کردن، قانون همواره یک به اصطلاح تأثیر آموزشی هم داره. میدونید معمولاً قوانین باید جلوتر رو نگاه کنن، باید جامعه رو به جلو ببرن. متأسفانه در جامعه ما و در برخی جوامع دیگه برعکسه، یعنی قانون حتی از سطوح اجتماعی پیشرفته جامعه بسیار عقب‌تره، چیزی که الان در ایران هست. و خب مسلماً وقتی که قانونی مدافع عقب مونده ترین سنن باشه، خب این سنن پیشرفت میکنن. میدونید همچنان که ازدواج کودکان در ایران پیشرفت کرده، در هیچ جامعه ای در دنیا اینجوری نیست که همه چی درست بوده و بعد قانون آمده اون درستا رو تایید کرده. قانون آمده نقایص موجود رو دیده در موقعی که قانون مدنی هست، خانم شفیق، خانم بسمقی، و این سعی کرده که یک راه حلی رو برای جامعه، برای یک راه حل انسانی رو برای جامعه بذاره. سوالی که پیش میاد اینه که از عقب مونده ترین سنن دفاع. بله، سوالی که پیش میاد اینه که در همین گزارش هم داشتیم که در عراق از نظر قانونی ازدواج موقت خصوصا با کودکان مجوز نداره، ولی داره اجرا میشه، داره انجام میشه. اگر فرض بفرمایید قانون هم اصلاح بشه، تجربه عراق دست کم نشون میده که بله، در مرحله عمل دچار مشکل هست. بله شما حق دارین در مورد این موضوع، میدونیم، ولی به خاطر اینکه شما مثلا در جوامع دیگه که نگاه میکنیم، برای که یک قانونی بتونه، خود صرف قانون به تنهایی که کافی نیست، باید بتونه مسائل آموزشی باید باشه. مسائل در مورد عراق مسئله خیلی پیچیده تره، در یه شرایط بعد از جنگ هستیم و در یه شرایطی هستیم که اتفاقا در فضای اونجا تونستن که گروه های مذهبی قدرت بگیرن و تونستش در واقع تونست این گفتار فقهی یک به نوع دیگه شروع به رشد بکنه در شرایط نقصان های اجتماعی و در شرایط میدونین در قوانین پیشرفته معمولا توأم با آموزش هستن، توأم هستن با یک نوع دموکراسی، با یک سری امکانات بسیار زیادی که برای آموزش از مدرسه، از خانواده شروع میشه. خب ما هیچ کدوم از این شرایط رو نداشته باشیم، صرف این که قانون تبدیل بشه به یه چوبه و چماقی که نمیتونه انجام بشه که. بنابراین اولین به هر حال خود قانون حتما ضروریه و در کنار اون شرایط اجتماعی ضروری. اگر امروز در ایران این قانون تصویب بشه، بعد در کنارش یک حکومت دموکراتیک وجود داشته باشه که بتونه آموزش و ثروت‌های ملی کشور رو در خدمت آموزش و در خدمت پیشرفت قرار بده. وقتمون خیلی خیلی کمه خانم وسمقی، خیلی کوتاه. ممکنه که جامعه سنتی چیزی غیر از شر رو قبول نکنه. در درون شر آیا ابزارهایی هست که بشه به جنگ این پدیده رفت باشون؟ بسیار کوتاه لطفا. من معتقدم که مادامی که ما قوانین اجتماعی رو از شریعت نتونیم جدا بکنیم، واقعا همین مشکل رو خواهیم داشت. شما اشاره کردید که قانون در عراق این کار رو منع میکنه، اما مردم به موازات اون قانون شرع و که به هر حال حوزه و روحانیون معرفش هستن رو دارن و در جاهایی که تعارض داره از این استفاده میکنن و این مشکل اساسی هست. ما باید تفکیک بکنیم، یعنی ما باید قوانین اجتماعی رو از شریعت جدا بکنیم و تابع قانون مدنی باشیم. بسیار. خب این به هر حال یک مسئله دراز مدت از حوزه ها، آموزش های حوزوی، اینها باید این آمادگی رو پیدا بکنن. در غیر این صورت ما همچنان با این مشکلات روبرو خواهیم. خانم شفیق خیلی کوتاه، اگر کاری بخواد صورت بگیره در جهت مدنی کردن قانون چی میشه؟ چه کاری باید صورت بگیره؟ چه گامی باید برداشته بشه؟ کوتاه لطفا. ببینین اول به هر حال
در جامعه ما که قطعا باید دین و دولت از هم جدا بشن و این در واقع یه تغییر سیاسی جدی رو میخواد، ولی به طور کلی بلکه برگردیم به اون بحث قبلی که بحث خوبی هم هست، حتی در مورد مسئله آموزش و حوزه ها و تغییر رفتار و حوزه ها، اگر جامعه تغییر، در واقع اگر سیاست حوزه سیاست جدا نشه، این خود این جدایی دین و دولت باعث میشه که در حوزه ها هم بتونه به شکل دموکراتیکش یک نوع بحث های وجود بیاد، چون ما میدونیم که در حوزه هم این بحث ها هست، در میان مسلمانان هم این بحث ها هست، ولی تا زمانی که دست بالا رو اون اقتدار مذهبی داشته باشه، حتی در درون حوزه هم نمیتونه این بحث رو جلو. متشکرم. سپاسگزارم از شهلا شفیق، جامعه شناس از پاریس با ما و صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران. به دنبال ابتلای شماری از ساکنان روستای چنار محمودی استان چهارمحال و بختیاری به ویروس HIV، معترضان امروز با تجمع مقابل فرمانداری دفتر امام جمعه و خانه بهداشت لردگان با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر شدند. ماموران هم به طرف معترضان گاز اشکاور پرتاب کردند. همزمان صدا و سیما و خبرگزاری مهر معترضان را عده‌ای آشوبگر معرفی کرده که قصد داشتند از اعتراض آرام مردم لردگان سوء استفاده کرده و اموال عمومی را تخریب کنند. وزیر بهداشت ابتلای عده‌ای از اهالی روستا به این ویروس را از طریق سرنگ آلوده هنگام آزمایش خون رد کرده و گفته باید از بهیار روستا اعاده حیثیت شود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. تصاویری از اعتراض مردم روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان. معترضان دفتر امام جمعه را به آتش کشیدند. آنها در مقابل فرمانداری تجمع کرده و شعار دادند. تجمع شما غیر قانونی اشتباه نکنید. برخورد شدید نیروی انتظامی با مردم. عده‌ای از معترضان هم زخمی شدند، اما تعداد آنها مشخص نیست. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی معترضان را با گاز اشکاور متفرق کردند. این هم ساختمان خانه بهداشت لردگان، جایی که مردم در مقابل آن اعتراض کردند. مکانی که معترضان میگویند باعث ابتلایشان به ویروس HIV شده. اهالی روستای چنار محمودی میگویند عده‌ای از ساکنان این روستا به دلیل استفاده خانه بهداشت از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به HIV مبتلا شدند. 28 نفر تا الان مثبت زده. این گزارشایی که میدن همش کذبن. رسانه‌ها کذب میگن. من خودم یکی مبتلا ام. دخترم هست، خواهرم هست، زنم هست، برادرم هست. اون برادرم هست، بچه برادرم هست. خون من 8 نفریم. یه خونه. خونه بغل دستی 6 نفرشه. بچه طبی شیرخوار چیکار کرد؟ بچه اندازه این چیکار کرد؟ چرا من ندارم؟ چرا بچه‌م نداره؟ چرا شوهرم نداره؟ چرا مادرم نداره؟ آمپول نزدی؟ این زلزله می اومد بهتر بود تو این همه تو اومد. این همه به خدا مسئولان اما میگویند این مسئله صحت ندارد. این بیماری در طول سالیان متمادی ایجاد شده، ممکنه سابقه این بیماری به چندین سال قبل برگرده، افراد مختلف در طی این سالیان گرفتار شده باشند و کشف بیماری در این مدت کوتاه صورت گرفته. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم گفته یکی از مقام‌های محلی به صورت غیر کارشناسی ادعا کرده که سرنگ آلوده عامل شیوع ویروس HIV بوده، اما با مستندات بسیار دقیق و کارشناسی مشخص شده هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. معترضان اما امروز خواستار استعفای مسئولان وزارت بهداشت شدند و علیه وزیر بهداشت شعار دادند. محمد حسین قربانی عضو فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ایران هم گفته از جمعیت 1800 نفری این روستا 240 نفر معتاد هستند که 20 نفر آنها تزریق می کنند و همین مسئله باعث شیوع HIV در این روستا شده. با این حال مسئولان معترضان را عده‌ای فرصت طلب نامیده و گفتند رسانه های به گفته آنها بیگانه قصد آسیب به جمهوری اسلامی را دارند. مردم روستای چنار محمودی میگویند ابتلای تعدادی از مردم به ویروس HIV شایع نیست، جدی است و خواستار رسیدگی مسئولان هستند. قرار است جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس به این روستا بروند و مسئله را از نزدیک بررسی کنند. فرین آسمی، BBC. شیما شهرابی، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت ایران وایر، از
هستون تگزاس در آمریکا با ماست. خانم شهرابی، روایت دو طرف خیلی با هم دیگه فرق میکنه، بسیار از هم دوره. از اطلاعات موجود میشه فهمید که کدوم طرف درست میگه؟ سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. همونطور که میگید، اطلاعاتی که در مورد ابتلاء مردم روستای چنار محمودی منتشر شده تا الان خیلی ضد و نقیضه. اطلاعاتی که از مردم منتشر میشه بالغ بر 200 نفر و یا حتی بیشتر رو میگن که آلوده هستن به ویروس HIV و آزمایشاتشون HIV مثبت رو نشون داده. همونطوری که الان توی این گزارش هم نشون داده شد، ویدیویی منتشر شده که آقای خودش رو از اهالی این روستا معرفی میکنه و میگه خودم، خواهرم، برادرم و همه، و به طور دقیق میگه 208 نفر مبتلا شدن. پیش از اون هم رئیس اداره استان این رو تایید کرده بود و گفته بود حدود 200 نفر مبتلا شدن، اما آقای قربانی نماینده مجلس این تعداد رو 26 نفر دونسته و این تفاوت‌ها واقعا زیاده. منتها موضوعی که هستش اینه که چرا باید مردم یه روستا که قربانی ماجرا شدن چرا باید دروغ بگن؟ ما باید طرف حرف‌های دولتی رو باور کنیم، مسئولان دولتی رو باور کنیم، یا حرف‌های مردمی که دارن میان میگن و ما مبتلا هستیم به این ویروس؟ درست. من فکر می‌کنم برای طرف دولت حرفش اینه که آمار اعتیاد در اونجا خیلی بالاست و سرنگ‌های آلوده دلیل اصلی گسترش ایدز است، ولی جمعیت روستا به نظر خیلی زیاد نمیاد. 1800 نفر جمعیت روستا، 1800 نفر یا 600 خانوار هستش که گفته میشه از دولتی ها میگن حدود، البته حرف اونها هم با هم دیگه متفاوته، یعنی بجز آقای قربانی که یه آمار 26 نفره ارائه کرده، فقط گفتن که این آمار، مابقی گفتن که این آمار دقیق نیست، یعنی به این حدی که مردم گفتن نیست و اعلام نکردن که چقدر از این افراد مبتلا شدن. منتها موضوعی که اینجا مطرحه اینه که اگر جمعیت 1800 نفری رو ما بگیم 200 نفر هم آلوده شدن، یعنی 10% روستا آلوده شدن. طبق گفته خود آقای قربانی 20 نفر معتاد تزریقی در روستا وجود داره، و آیا با توجه به جامعه سنتی و روستانشین آیا میتونه یک 20 نفر معتاد تزریقی حدود 200 نفر رو مبتلا بکنن؟ خود وزیر بهداشت اولش تو اولین نامه‌ای که نوشتن به رئیس دادگستری چهارمحال بختیاری اعلام کردن که قانون این ابتلا روابط نامتعارف بوده و معتادان تزریقی. آیا این برای مردم ما باورپذیره که توی یک روستا با این تعداد خانوار این نه. همه ابتلا وجود داشته باشه با به وسیله معتادان تزریقی که خودشون گفتن 20 نفر هستن حدودا؟ ممنونم از شیما شهرابی، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت ایران وایر از استان تگزاس با ما. امروز بعد از آنکه استرالیا خبر داد دو تبعه این کشور بعد از ماها از زندان ایران آزاد شده اند، رسانه‌ها در ایران تصاویری از آزادی یک ایرانی ناقض تحریم‌ها منتشر کردند. این اتفاق در کنار پیشنهاد گذشته وزیر خارجه ایران برای تبادل زندانیان این گمانه را تقویت کرد که ایران در حال رایزنی پشت درهای بسته با غرب و تبادل زندانیان است. این گمانه چقدر میتواند به واقعیت نزدیک باشد و چه سرنوشتی در انتظار دیگر زندانیان خارجی و دو تابعیتی در ایران است؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی از شهید هوشمندی. آزادی یک ایرانی ناقض تحریم ها از زندانی در استرالیا. رضا دهباشی، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کوینزلند استرالیا، اتهامش تلاش برای خرید و ارسال تجهیزات پیشرفته نظامی به ایران بود. استرالیا می‌خواست دهباشی را به امریکا تحویل بدهد، اما بعضی می‌گویند پس از بازداشت سه استرالیایی در تهران این کشور از استرداد او منصرف شد. دو نفرشان امروز و ساعتی پیش از دهباشی آزاد شدند. زوجی که برای سفر به ایران رفته بودند و به اتهام فیلمبرداری بدون مجوز دستگیر شدند. تبادل زندانیان در ایران و استرالیا هنوز تایید نشده. یک استرالیایی دیگر هم در زندان ایران است. کایلی مور گیلبرت،
که اواخر شهریور برایش به اتهام جاسوسی کیفرخواست صادر شد. وزارت خارجه استرالیا میگوید پرونده او پیچیده است. همونطوری که گفتم این پرونده ها هر کدوم منحصر به فردند و متفاوت. به گفتگوهامون با دولت ایران ادامه میدیم. اتهاماتی را که او به خاطرشون محکوم شده نمیپذیرم. دنبال بازگرداندن او به استرالیا هستیم. پیش از این نگار قدس کنی که به جرم نقض تحریم های امریکا در استرالیا بازداشت تحویل داده شده بود، به دور از سر و صدای خبری به ایران برگردانده شد. ما یه خانم ایرانی زندانی در استرالیا داریم که در زندان زایمان کرده. حتی نه در بازداشت، که دقیقاً داخل زندان. چرا؟ چون مترجم کارهای مربوط به خرید و فروش تجهیزات برای صدا و سیمای ایران بوده. او کسی است که وزیر خارجه ایران تلویحاً گفته بود حاضر است برای آزادیش یک نفر را آزاد کند. من این پیشنهاد رو روی میز میذارم. زندانیان رو تبادل کنید. من آمادم این کار رو انجام بدم و قدرتش رو هم دارم که این کار رو انجام بدم. کمپین حقوق بشر ایران این سخنان آقای ظریف را مهر تاییدی بر مستقل نبودن قوه قضایی ایران و روندهای حقوقی این کشور می داند. بارها اتفاق افتاده که در بزنگاه‌های تاریخی افرادی با تابعیت خارجی به اتهام جاسوسی دستگیر می شوند و بعد مشخص می شود ایران آنها را گروگان گرفته و پشت درهای بسته در حال پیشبرد مقاصد خود بوده. داستان جیسون رضاییان هنوز از ذهنها پاک نشده. این روزنامه‌نگار همراه گروهی دیگر از شهروندان ایرانی امریکایی زندانی در ایران در جریان مبادله با گروهی از زندانیان ایرانی تبار در امریکا آزاد شد. دقیقاً در روز اجرا شدن توافق اتمی. من فکر می‌کنم وقتی پای یک دو تابعیتی ایرانی در میون باشه نمیشه از حکومت ایران انتظار کار منطقی داشت. کمپین حقوق بشر ایران میگوید دست کم 14 دو تابعیتی ایرانی و خارجی در ایران زندانی هستند. غیر از یک استرالیایی که هنوز آزاد نشده، مایکل وایت، سرباز سابق نیروی دریایی امریکا و یک محقق امریکایی چینی دانشگاه پرینستون همچنان در زندان هستند. شهروندان دو تابعیتی اروپایی مانند نازنین زاغری، کمیل احمدی، فریبا عادل‌خواه، احمد رضا جلالی، کامران قادری هم همچنان زندانی‌اند. از فهرست بلند دو تابعیتی‌های زندانی می‌توان به مراد طاهباز، کارشناس محیط زیست، سیامک نمازی، فعال اقتصادی و عبدالرسول دوری اصفهانی از مشاوران مذاکرات اتمی ایران هم اشاره کرد. دستگیری دو تابعیتی ها در ایران کار یک نهاد در داخل نظام نیست. تقابل نهادهای امنیتی بر سر بازداشت دو تابعیتی ها را می توان در سریال جنجالی گاندو هم دید. در دورانی که قرار بود ایران از طریق تعامل با غرب به پیشرفت های اقتصادی دست پیدا کند، بازداشت دو تابعیتی ها مهمترین ابزار برای برهم زدن شرایط بود. بخشی از سیاست آن دسته که منافع اقتصادیشان در بحران و تحریم است. نمونه این دست اقدام‌ها دستگیری نزار زکا، تاجر لبنانی آمریکایی بود که همزمان با توافق اتمی به ایران بازگشت. تعداد ایرانیان دو تابعیتی خارج از کشور کم نیست. بازگشت آنها می‌توانست هم سرمایه‌های بیرون رفته از کشور را بازگرداند و هم نیروی انسانی، تکنولوژی و دانش را به کشور منتقل کند. اما حالا شرایط بازگشت و حتی سفر دو تابعیتی‌ها به ایران پرمخاطره شده. زندگی این شهروندان حالا ابزاری برای بدبستان‌های سیاست خارجه و دستمایه پیشبرد اهداف گروه‌هایی شده که منافعشان در بحران و تحریم است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. یک روز بعد از فروش بلیت تماشای بازی ایران و کامبوج، گروهی از مخالفان ورود زنان به ورزشگاه‌ها فراخوان تجمع دادند. در فراخوانی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی موسوم به امت حزب الله با تکیه بر نظر بعضی از مراجع تقلید شیعه و رهبر ایران قصد دارند تجمع اعتراضی برگزار کنند. قرار است در مسابقه فوتبال ایران و کامبوج 4 جایگاه به زنان اختصاص داده شود. هیچ قانون و مقرراتی ورود زنان به ورزشگاه را منع نمی‌کند، اما عده‌ای از مراجع تقلید شیعه و مقام‌های قضایی و انتظامی مخالف این موضوع هستند. فرنوش امیرشاهی همکارم اینجا در استودیو با من. دلیلی که مخالفان ورود زنان به ورزشگاه ها ارائه میکنن چیه؟
این دلیل برمیگرده به دیدگاهی که در 40 سال گذشته نسبت به زنها در ایران وجود داشته. بعد از انقلاب با تغییر سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های حاکمیت، نگاه جمهوری اسلامی هم به زنان اسلامی شد. یعنی اینکه فرهنگ، سنت، عرف و مذهب نقش بسیار پررنگی در مسائل زنان پیدا کرد و اصولاً هر مورد مربوط به زنان تبدیل به خط قرمز نظام شد و تعدی و افول از اون به نوعی در واقع صرف نظر کردن از این ایدئولوژی ها بود. مخالفت با ورود زنان به استادیوم هم در همین چارچوبه، به دلیل اینکه مراجع تقلید شیعه، بخش از روحانیون پرنفوذی که با حاکمیت با رأس هرم قدرت در ایران ارتباط بیشتری دارند، معتقدند که به دلیل اینکه با این حرکت نقش اجتماعی زنان تغییر میکنه، فراتر از چارچوب های تعریف شده برای زنان هست، به نوعی میتونه که غیر شرعی باشه، شرایط اختلاط بین زنان و مردان رو به وجود میاره و به این دلیل میگن حرام و غیر شرعیه و فراخوان های از این دست هم در همین چارچوب تلقی میشه. نکته کلیدی همین ارتباط اونها با مراجع قدرت هست که اشاره شد. حالا این فشارها میتونه باعث تغییر روندی بشه که الان شروع شده؟ شاید اگه بررسی بکنیم برخوردی که امروز در حال حاضر در شرایطی که در حال حاضر وجود داره برای ورود زنها به استادیوم رو با برخوردی که سال 85 در دولت آقای احمدی نژاد انجام شد، شاید بتونیم جواب این سوال رو به نوعی پیدا بکنیم. در اردیبهشت اون سال آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور مورد تایید حاکمیت بود، دستور ورود زنها به استادیوم رو صادر کرد. بعد از در واقع صدور این فرمان، واکنش مراجع تقلید، چهره‌های سیاسی، حاکمیت بسیار گسترده و شدید بود. حتی نماینده ولی فقیه به رهبر جمهوری اسلامی در واقع در سپاه در یک سخنرانی گفت که این یک شعری بود که نتونستن قافیه‌اش رو بسازن و کار به جای رسید که یک متنی از آیت الله خامنه‌ای منسوب به او در واقع منتشر شد، مبنی بر اینکه در واقع ناراضی کردن مراجع تقلید مناسب نیست و این قصه رو از احمدی نژاد خواست که جمع بکنه. اما الان امروز می‌بینیم که با اینکه تا چند ماه قبل خیلی انتقاد زیاد می‌شد، مخالفت زیاد بود، حالا در این چند روز ما می‌بینیم که یک سکوتی حاکمه، واکنشی نمی‌بینیم، نه از مراجع، نه از حاکمیت، حتی رسانه‌های نزدیک به رأس قدرت هم خیلی اعتراضی نکردن، اعتراض رسمی ندیدیم و میتونه اینطور تلقی بشه که به هر حال تصمیم گیران جمهوری اسلامی، تصمیم گیران نظام آمدن دیدن که منفعت این کار بیش از هزینه های اون هست، به دلیل فشارهایی که بین المللی که وجود داره یا اینکه به هر حال آتش زدن خودسوزی دختر آبی سحر خدایاری و هزینه هایی که باید بده بیش از این هستش که مانع ورود زنان به استادیوم هرچند به صورت محدود بشه. ممنونم از فرنوش امیرشایی. تلاش برای طرح استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادامه داره. در آخرین تحول رؤسای سه کمیته کنگره آقای ترامپ رو به کتمان حقیقت متهم کردن و میگن که تلاش کرده جلوی تحقیقات رو بگیره. اول ببینیم که قضیه اصلا از کجا شروع شد. قضیه استیضاح. مدتی قبل اطلاعاتی فاش شد که گویا آقای ترامپ چند بار از رئیس جمهوری اوکراین خواسته در مورد کسب و کار پسر جو بایدن، معاون قبلی رئیس جمهوری آمریکا در اوکراین تحقیق کنه. آقای بایدن از نامزدهای انتخابات آینده آمریکا از حزب دموکرات و طبعاً رقیب دونالد ترامپ. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ در روز 25 ژوئیه با رئیس جمهوری اوکراین تلفنی حرف زد و از او خواست که درباره یک شرکت انرژی تحقیق کنه، شرکتی که پسر آقای بایدن سالها عضو اون بوده. دموکرات‌ها این اقدام آقای ترامپ رو سوء استفاده از قدرت توصیف می‌کنن، اتهامی که البته کاخ سفید رو قبول نداره. آقای ترامپ معتقده که جو بایدن سیاستمدار فاسدیه، ولی اگه میخواید نظر جو بایدن رو در مورد ترامپ بدونید، بد نیست که آخرین حرفای اون رو بشنوید.
من میدونم چه اتفاقاتی در اوکراین، روسیه و چین افتاده. این آقا رئیس جمهوریه که تلاش میکنه دوتا از دشمنهای ما آینده انتخابات آمریکا رو تعیین کنن. این آقا یک ترسوه و دوست نداره در انتخابات با من رقابت کنه و این یه حقیقته. پاسختون جو بایدن بود به اظهارات آقای ترامپ. از طرفی بعضی میگن که آقای ترامپ داره کنگره رو وادار میکنه که از حربه استیضاح استفاده کنه. مثلا بعد از تمام سر و صداها در مورد داستان اوکراین، آقای ترامپ از چین هم خواست که درباره خانواده آقای بایدن تحقیق کنه. یعنی باز از یک دولت خارجی برای ضربه زدن به رقیب داخلی کمک خواست. چینه به نظرم چین هم باید در مورد بایدن ها تحقیقاتی رو انجام بده. من حتی به رئیس جمهور زلنسکی هم پیشنهاد میدم در مورد جو بایدن تحقیقات رو شروع کنه. So I would say that President Zelensky, if it were me, I would recommend that they start an investigation. ولی برای اینکه دموکرات ها بتونن آقای ترامپ رو از صندلی ریاست جمهوری پایین بکشن، راهی طولانی در پیش دارن. در واقع باید 6 کمیته مجلس نمایندگان بعد از تحقیق کامل درباره اطلاعات افشا شده به کمیته قضایی مراجعه کنه. اگه شواهد کافی در اختیار بود، اون وقت نماینده های کنگره درباره بندهای استیضاح رأی گیری میکنن. در صورت رأی کافی، طرح استیضاح به مجلس سنا میره. در مجلس سنا هم اکثریت با جمهوری خواهانه و همین باعث میشه که احتمالاً به نتیجه رسیدن استیضاح آقای ترامپ با مشکلات زیادی همراه باشیم. اما میریم سراغ خبرنگار ما در نیویورک، بهمن کلباسی. بهمن، اول از اتفاقهای تازه‌ای بگو که در این زمینه در آمریکا افتاده. در این 11 روزی که از انتشار بخشی از مکالمه آقای ترامپ با رئیس جمهور اوکراین گذشته، تقریبا هر روز، بعضی اوقات چند بار در یک روز، اخبار جدیدی منتشر شده که یه مقدار این پازل رو کامل‌تر کرده. آخریناش که می‌دونیم بعد از این بوده است که یکی از 3 دیپلمات ارشدی که در جریان این مذاکرات با اوکراین بودند، رفتن پشت درهای بسته به نمایندگان پاسخ دادن. دوتای دیگر هم در روزهای آینده خواهند رفت و اونجا در گفتگوهایی که داشتن، اولی اون پیامک‌هایی که بینشون رد و بدل شده رو در اختیار نمایندگان گذاشت. نمایندگان اونها رو منتشر کردند و خب یه مقداری پرونده رو سنگین‌تر کرد برای آقای ترامپ، برای اینکه در اون پیامک‌ها خیلی مشخص هست که دست کم یکی از این دیپلمات‌ها به شدت ابراز نگرانی می‌کنه و حتی تهدید به استعفا که ما داریم کمک‌هایمون به اوکراین رو که باید بدیم و منافعمون هست که بدیم رو منوط می‌کنیم به اینکه یک منفعت شخص آقای ترامپ اینجا تضمین بشه. در نتیجه این پیامک ها خودش به جداگانه یک طوفانی رو به راه انداخته. قرار است که اون دو نفر دیگه هم برن و پاسخ بدن و آقای ترامپ هم به طبع خیلی ناراحت هست از انتشار اینها و گفته است، دستور داده که اعضای شورای عالی امنیت ملی که این جلسات درش برگزار میشه، تعدادشون، کسانی که شرکت میکنن در جلسات، کاهش پیدا بکنه، چون معتقدن که بسیاری از اخباری که درز میکنه در مورد مکالمات از این شوراست. در روزنامه واشنگتن پست مفصل در مورد دیگر مکالمات رئیس جمهوری آمریکا هم گزارشی آمده، از گفتگوش با رئیس جمهور، با نخست وزیر ژاپن که از او خواسته که او رو نامزد جایزه نوبل بکنه تا بگیریم، با صحبتهایی که در مورد ورود عربستان به گروه 7 و وعده‌ای که با محمد بن سلمان داده. همه اینها مکالماتی است که داره درز میکنه و به تبع وضعیت رو این مقداری دشوارتر. در گزارش هم توضیح داده شد که روند استیضاح بسیار پیچیده و زمانبره و بسیار شانس موفقیتش هم کمه. با این حال چرا دموکرات ها اصرار دارن؟ اولا اینکه تعداد زیادی از طرفداران دموکرات ها میگوین اگر به وظیفتون که نظارت بر رئیس جمهور است و استیضاح او وقتی که قانون اساسی و خیلی علنی نقض میکنه عمل نکنید، اصلا من برای چیش ما به شما رأی دادیم که برید اکثریت رو در مجلس نمایندگان به عهده بگیرید. در نتیجه یک فشاری از درون افکار عمومی حزب دموکرات بود که این نگرانی وجود داشت در مورد سیاستمداران دموکرات که اگر ما کاری نکنیم اساسا فلسفه وجودیمون اینجا زیر سوال میره. و دومی که به تبع گون که رسما میگن ما فقط داریم وظیفمون رو انجام میدیم صرف نظر از پیامدهای سیاسیش، به تبع معتقدن که ممکن است این استیضاح منجر به این بشه که آقای ترامپ حتی اگر برکنار نشه تضعیف بشه در انتخاباتی که 1 سال و 2 ماه دیگه برگزار خواهد شد. دانش این اهداف سیاسی اونها بدون برکناری آقای ترامپ هم ممکنه
به نتیجه برسه. در مقابل آقای ترامپ حالا داره سعی میکنه این رو به یک موضوع دعوای تکراری جنایی تبدیل کنه و بگه که این فقط همین کارهایی است که دموکرات‌ها دارن میکنن برای انتقام گرفتن از این واقعیت که در انتخابات قبلی شکست خوردن، و با تبدیل کردنش به یک دعوای جنایی این رو در به سطح از سطحی که الان درش قرار داره و اون این است که رئیس جمهور متهم از قانون اساسی رو به صورت گسترده نقض کرده پایین تر بیاره. البته نظرسنجی ها در دو سه هفته گذشته نشون داده که تعداد شهروندان آمریکایی که معتقدن استیضاح کار درستی است افزایش چشمگیری داشته، به بالای 51% رفته، ولی این الزاماً ثابت نخواهد بود. اگر ماجرا طولانی بشه و افکار عمومی خسته بشه از تکرار این حرفا و آقای ترامپ هم موفق بشه که اینو تبدیل بکنه فقط به دعوای بین جمهوری خواهان و دموکرات ها، شاید این ارقام و اعداد تغییر بکنه در روزها و هفته های آینده. ممنونم از بهمن کلباسی. از تأسیس تلویزیون تاجیکستان 60 سال میگذره. پخش برنامه‌های تلویزیونی در پایتخت این کشور در روز 3 اکتبر 1959 شروع شد. از زمان استقلال تاجیکستان تعداد شبکه‌های تلویزیونی دولتی هم زیاد شد، ولی اونها مثل زمان شوروی بیشتر سیاست‌های دولت و رئیس جمهوری رو تبلیغ می‌کنند. خبرنگار ما سهراب ضیا به بهانه 60مین سالگرد آغاز به کار تلویزیون تاجیکستان به دیدن رفاعت عبدالسلام اوا، نخستین مجری تلویزیون در این کشور رفته. تلویزیونی تاجیکستان 60 ساله شد. اولین گوینده اش 80 ساله. دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان بود که در آزمون استخدام مجری برای تلویزیون شرکت کرد و موفق شد. شهر دوشنبه در آن سالها استالین آباد نام داشت. به یاد جوزف استالین، رهبری وقتی اتحاد جماهیر شوروی. رفاعت عبدالسلام آوا نخستین جمله های را که در تلویزیون گفت خوب به خاطر دارد. السلام علیکم تماشاگران عزیز. استودیوی تلویزیونی استالین آباد برنامه اولین خود را سر می کند. با من میسر شد که اولین برنامه تلویزیونی تاجیک را با بینندگان رسانم. این البته در یادها باقی میماند. این روز تاریخی است. 10 سال مجری تلویزیون بود و 35 سال دیگر خبرنگار و سردبیری بخش های گوناگون آن. بیشتر برنامه های رفاعت عبدالسلام آوا درباره وضعیت زنان تاجیک بود. در زمان شوروی تاجیکستان تنها یک شبکه تلویزیونی داشت. با این همه آن شبکه بیننده زیاده داشت و رسانه تاثیرگذار بود. هرچند آن سالها هم مثل امروز برنامه ها سانسوری شدیده می شدند. حکومت آمده نماینده هاشون دیده تصدیق کرده همین می شود گفته، بعد اجازه می دادند که نمایش دهند. امروز هم همین طور است. از همین گفته های کارمنده های تلویزیون حاضر همیش میکنم که برنامه ها رو تحت نظارت کارمندان حکومت آنها تهیه میکنن، نظارت میکنن و افیر پخش میکنن. سه فرزند و 8 نوه دارد. دختری کوچکش امیده با فرزندانش همدم و همرازی او هستند. 5 سال پیش شوهری رفاعت عبدالسلام آوا درگذشت. حالا یک پسر و یک دخترش با خانواده هایشان در خارج کار و زندگی می کنند. عشق و علاقهش به کار تلویزیون به حد بوده که می گوید حتی مرگ نخستین فرزندش زمانی که 14 ماه بود نیز نتوانست مانع ادامه فعالیتش شود. اکنون نوه هایش می خواهند کاری او را ادامه بدهند. هر لحظه که ما به سیروگاش می برامدیم آدمان به پیشمون اومده سلام میگفتن، میشناسن و حرمت میکنن و من از این خیلی خرسند هستم و به این بیبی جان بزرگم فخر میکنم. رفاعت عبدالسلام آوا حالا بازنشسته است. درباره تجربه کار و زندگی، هنری گویندگی و خبرنگاری در تلویزیون 3 کتاب چاپ کرده. شعر و داستان هم می نویسد و در شبکه های اجتماعی نیز فعال است. مثلا من در فیسبوک 4500 دوستان دارم. فکر کردم که
باید چیکار کنن؟ یک چیزی نو فکر کردن در کن. بعد گفتم که با نامی صدای دل با آواز خودم شعرهای خودم رو خونم. در فیسبوک گذاشتم، از فیسبوک گرفتم و دیگران در یوتیوب نمایش دادم. السلام علیکم بیننده های گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار را مستقیمان از تلویزیون تاجیکستان منظورتون میگردونیم. در استودیو با شما افسان غیورزاده. حالا در تاجیکستان 9 شبکه تلویزیونی دولتی فعال هستند و برنامه هایشان را از ماهواره هم پخش میکنند. به گفته برخی این شبکه ها بیشتر به تبلیغ سیاست های دولت و رهبری کشور مشغولند و از این رو در افکار عمومی چندان تاثیرگذار نبوده و بیننده زیاده ندارند. شما رو تبریک میکنم. با این همه رفاعت عبدالسلام آوا به گذشته خود میبالد و نقش تلویزیون را در زندگیش مهم میداند. از زحمت های او در جهت رشد و گسترش تلویزیون بارها با دادن عنوان های افتخاری و جایزه قدردانی کردند. اما خودی او بهترین پاداش را احترام مردم و محبوبیتش در میانی آنها می داند. سهراب زیا، بی بی سی، دوشنبه. یک مؤسسه خیریه آمریکایی موسوم به اسند از راه تشویق زنان به کوهنوردی تلاش می‌کند تا موقعیت آنها را در جامعه بهبود بدهد، خصوصا در کشورهای بی‌ثبات و بحران زده. در افغانستان برای اولین بار زنی جوان به نام حنیفه یوسفی با کمک همین مؤسسه قله نوشاخ را فتح کرد، بلندترین قله در رشته کوههای هندوکش با بیشتر از 7400 متر ارتفاع، حدود 2800 متر بلندتر از قله دماوند. حنیفه یوسفی همراه با فرشته ابراهیمی کوهنورد دیگر افغان سفری به لندن داشتند تا بتونن در زمینه فعالیت‌های مؤسسه خیریه اسند اطلاع رسانی کنند. از حنیفه یوسفی پرسیدم آیا بعد از فتح نوشاخ به این فکر افتاده که اورست، بلندترین قله جهان را هم فتح کنه؟ افتخار همه زنان افغانستان فتح شده از طرف تیم اسین خودم. آرزوی می است که بتونم که کوی نوشاخ همیشه وقت به فکرش هستم که کوی نوشاخ برم ایوریستم فتح کنم و یک کوی به بامیان از به نام کوی بابا میگه که ارتفاعش قابل نیست به خاطر تکنیکی است، تا اونجا کس بالا نشده، میخوایم که او رو بخیر شیب خیلی تندی داره. گفتید که خیلی تمرین کردید و در تمرین ها خانم ابراهیمی پای شما آسیب دید، مؤسسه اسند این زمینه رو فراهم کرد، میشه در مورد این تمرین ها بگید، در مورد آموزش هایی که دیدید؟ بله، آموزش هایی که ما برای قوی کردن فیزیک خود کار کردیم برنامه فیتنس بود، یوگا بود و هایکینگ، صخره نوردی در خود کابل ما اون رو اجرا میکردیم و گاهی هم به دیگر ولایت های نزدیکتر به کابل میرفتیم. مگم برای آمادگی نوشاخ ما جدیدتر جدیدتر تمرین میکردیم در جیم که ما باید یک روز در میان میدویدیم و بار را پشت خود حمل میکردیم در روی تپا. و برای خود ما زمانی که ما داخل جیم تمرین میکردم ما فکر میکنم گرمکاری کافی نداشتم و بر ما استخوان کمرم آسیب دید که در بسیار خوب. هدفی که این برنامه بر اساس اون کوهنوردی رو تبلیغ میکنه اینه که زنان توانمند بشن، نقش های رهبری کننده بر عهده بگیرن. از شما میپرسم تا چه اندازه این برنامه و تجربه رفتن به قله مثل نوشاخ در زندگی شخصی شما تغییر ایجاد کرده؟ بله، زندگی شخصی من خیلی تغییر ایجاد کرده که وقتا من نمیتونستم که جای تنهایی سفر کنم و اعتماد به نفس خیلی چی نداشتم، یالا خدا رو شکر اعتماد به نفسم بالا رفته و میتونم به تنهایی جای سفر کنم و فامیلم هم اجازه میده که وقتی به تیم یاسین باشم میتونم که جای بود. شما چی بعد از اون کوهنوردی رو ادامه دادید، قله دیگری هم رفتید، در کشوری که خب سفر برای خانم ها خیلی سخته، چه حسی دارید که دارید قله های بلند رو فتح میکنید؟ حس
حس خوب هست زمانی که ما در کوه هستیم، زمانی که قبل از او ما آمادگی رو میگیریم کمی ترس وجود داره هنوز را که آیا فامیل ما را اجازه میده یا نه، اوضاع امنیتی چگونه میتونه باشه. همیشه این اتفاق افتاده که برنامه ما به خاطر اوضاع امنیتی به تعویق افتاده. مگم زمانی که وارد کوه میشیم کاملا امنیت را احساس میکنیم. گاهی هم در کوه هم ترس داره، مگم این خیلی مهم هست که او کوه در کجا وجود داره. هرچی ما میگیم کوه بالاتر باشه، یخ باشه، اونجا خوب است، بخاطر که اونجا نمیان طالبان، نمیان اونجا. در زمینه های اجتماعی چف این عرصه ورزش، آیا حس کردید که مشارکت بیشتری بخواید مشارکت بیشتری داشته باشید در فعالیت های اجتماعی و شاید هم حتی وارد دنیای سیاست بشید که زندگی زنان را عوض بکنید در افغانستان؟ با آرزویش هستم، میخواییم که باشم. متاسفانه ما تانوز نمیتونم که است خودم مشان بتم بگم که ما امو دختری که بلندترین قله افغانستان فتح کردم، ما امو هستم. از خاطر امنیت ما، فامیل ما به خطر نفته، خود ما به خطر، از خاطر جاتر از مردم میترسم که مردم اذیت میکنه. دخترایی که به نام کنورد که میشناوند خیلی یک برایشان یک چیزی عادی چی معلوم نمیشه، خیلی بد میبینه. یعنی از نظر اجتماعی فکر میکنی که هنوز جامعه محافظه‌کار زمینه پذیرشش نیست، ولی از شما میخواستم بپرسم آیا این سفر شما رو مصمم کرده که بخواید چنین فضایی رو تغییر بدید؟ بله، ما خودم زمانی که اسن شروع به فعالیت کرد سال 2015 همراهشان همگام بودم و شاهد از این بودم که چقدر از همی همتیمیا و دخترها رشد کردن و چه کارهای نو. وقتی که اونا قدم میگذاشتن برای کار بعدی، کار جدید و امیدم که اونا چقدر با اعتماد به نفس شدن، اونا مرا تشویق میکرد که من باید باقی بمانم و همون مرا تانوس تشویق کرده که من همراه اصلا باقی بمانم. و فکر میکنم بودن من و حنیفه جان و خیلی دخترهای دیگر در اصلا خودش همی یک تشویق میکنه دیگر دخترها، نه اینکه شاید ما برنامه کلانتر خود ما داشته باشیم که خانمای افغانی برای خانمای دیگر انجام بده، ولی ما فکر میکنم که با نوبه خود خیلی یک تغییر خود را ما آغاز کردیم که فقط ما به زمان نیاز داریم که بخوایم این را گسترده‌تر کنیم. گفتگویی بود با دو کوهنورد افغان، حنیفه یوسفی و همینطور فرشته ابراهیمی. ممنونم از شما که برنامه 60 دقیقه را تا آخر تماشا کردید.